به برنامه شما صحبت های آقای محسنی را شنیدین که گفتن مقلی قدرتگیری طالبان آقای کرزی است. اگر مقصر آقای کرزی باشه و آقای کرزی باشه که طالبان را بزرگ نمایی کرده باشه، فکر میکنین چرا و کشورهای بیرونی یا حکومت افغانستان را نشانه میگیرن؟ سلام به شما، درود و مهر به بیننده نازنینتان و همچنین سلام تقدیم میکنم به جناب موسوی عزیز. من صحبت های جناب موسوی را شنیدم، کاملا صحبت هایشان دقیق است و موافق هستم. درست، چون من در متن امورات قرار راشتم موقعی که طالبان در بدترین شرایط خود قرار راشتن از لحاظ نظامی، نه تنها قابل کنترل بودند که حتی قابل ازی بودند که به کلی از خیلی ساعات پاکسازیشن، جناب کرزی که امروز قدر دلسوزانه صحبت میکنن زمینه را برای رشد از اونا فراهم ساختن. من بیاد دارم که یک وقت دیوید پدروس برای جناب اسپانتا گفت که ما در حال حاضر والی که طالبات تعیین میکنن به طور نسبی به مدت یک ماه و ولسوالی که تعیین میکنن به طور نسبی به مدت یک هفته نابود میکنن. و همزمان راپورایی که به وزارت دفاع می رسید حکایت از این دیش که طالبا وقتی کسی روالی یا ولسوال تعیین می کنند نوازه که به افغانستان بیایه یا به کراچی می رفت یا به جای دیگه فرار می کرد. در همینطور یک شرایطی جناب کرزی صاحب برای پدروس گفتن که به خدا قسم اگر دیگه عملیات شبانه اجرا کنین ما علیه شما اعلان نجات می دیم. باز ادامه دادن که معنای به خدا قسم به تو دکتر اسپانتا توضیح میده که من چی گفتم. درست. تمام قماندانایی که در رأس قطعات جنگی بودن، از قماندان قول اردو و دو وقت فرقه بود، قول اردوی کماندو گرفته تا تمام قماندان های جزتان و پلیس اردو و امنیت ملی که افرادی بودن که با طالبان می جنگیدن یا دستگیر شدن به زندان رفتن یا از کار برطرف شدن یا به یک بخشای پاسیف تبدیل شدن.